ارزیابیتون از وضعیت بازار ارز، بازار طلا و این افزایش نجومی قیمت ها چیه؟ در مورد بازار طلا اگر بخوایم بگیم، خب گزارش هایی که ما داریم در مورد تورم جهانی یک مقدار بانک های مرکزی کشورهای مختلف رو برای خرید طلا ترغیب کرده. این روند بخشی از روند افزایش قیمت برمیگرده به همین فعل و انفعالات جهانی، خب ولی بخش عمده اون برمیگردد به سیاست گذاری و اتفاقهای داخلی که مردم به واسطه تورم، به واسطه افزایش قیمت دلار و خروج سرمایه‌ای که از بازارهای موازی دارن اقدام به خرید طلا میکنن و قیمت افزایش پیدا میکنه. دلار هم همینطور هست. دلار امروز 37300 تومان رو رد کرده، ولی پیش بینی اینه که به زودی به مرز 40000 تومان برسه و در محدوده 40000 تومان یک توقفی حتما خواهد داشت، ولی روند اون همچنان رو به رشد خواهد بود و ما اگر بخوایم قیمت طلا، قیمت سکه امروز رو با قیمت دلار و میزان گرمی که در اون سکه استفاده میشه محاسبه بکنیم، به بیش از 50000 تومان امروز مردم دارن هر قطعه سکه طلا رو دارن خریداری میکنن و عوامل دیگری هم نشون دهنده اینه که دلار همچنان جا داره برای گران شدن و گرانتر هم خواهد شد. در چنین شرایط اقتصادی شاهد گسترش فقر هستین به اذعان خود رسانه‌های داخلی حکومت. چرا حکومت به جای اینکه قدری در واقع به فکر وضعیت اقتصادی مردم باشه دائما در فکر سرکوب معترضانه؟ دو علت وجود داره. یک اینکه رفاه و منافع عمومی مردم در اولویت دولت نیست، این یک نکته. دو، اونجایی که دولت به خصوص آقای رئیسی و تیم اقتصادیش در مورد اقدامات اقتصادی خودشون در مورد ایجاد شغل و مسکن و پایین آوردن تورم و وضعیت بهداشت و درمان که میخوان بهبود ببخشن حرف میزنن، بسیار ساده انگارانه و مبتنی بر اون باورهای ایدئولوژیک خودشون حرف میزنن. برنامه های اونها و نگاهشون هیچ مبنای علمی نداره و ما شاهد این اتفاق هستیم. وقتی یک خانواده کتابهای درسی فرزندش رو داره مبادله میکنه با مواد غذایی، این نشان دهنده عمق فاجعه ای است که امروز در ایران شاهدش هستیم. از اون ور ما اگر نگاه بکنیم به آمار تورم، همین مرکز آمار برای آبان ماه تورمی که اعلام کرده در حوزه مواد غذایی بالای 60% هست و یعنی از تورم کلی کشور هم خب یک 20% بالاتر است. بنابراین این روند دچار یک گسست اجتماعی میکنه و این مواردی از این دست، از مبادله لوازم خانگی و شخصی و فروش کلیه و قرنیه چشم و کبد و بله، اینها رو ما از این به بیشتر و بیشتر شاهد خواهیم بود. سپاس از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی.